خب روز دوم نمایشگاه اسپورتیس غرفه میلانو و اکبر آقای خزایی اومدن غرفه میلانو اولین داور آی پی پرو لیگ ام پی سی عرض دارم. سلام و عرض ادب، خوشحالم که در خدمتتونم و به نوبه خودم تشکر میکنم که اخبار پرورشندام و همیشه آنلاین و به وقت و دقیق منتشر میکنید برای طرفدارای این ورزش. قربان تو برم اکبر خان. چه خبر از ام پی سی آقا؟ مسابقه چی در پیش داریم که میبینید؟ مسابقه خب الان همونطور که میدونید مسابقات مراکش حالا ته همین روزهای آینده برگزار میشه که متاسفانه ما به دلیل اینکه مراکش تو ایران سفارتخونه نداره نتونستیم ویزاشو بگیریم و این مسابقه رو نمیریم. بعد از اونم خب مسابقات ارمنستان رو داریم و مسابقات مجدد لیبی و و خیلی کشورهای دیگه، هند هم که اخیراً نفش روز دیگه مسابقات ام پی سی برگزار میشه. اما این داستان داوریایی که حالا بعضی از ورزشکارا میگن تو ام پی سی میگن حقمون رو خوردن و اینا، حالا هم تو آی اف بی هم هست تو ام پی سی هم هست، چقدر تو ام پی سی میتونیم بگیم درسته این ادعاها؟ ببینید آقای روش، ام پی سی توی قوانین داوری و کلن این پیش نیازهای داوری خیلی سخت و واقعا به واقع دست نیافتنیه. چرا؟ چون خیلی براشون حائز اهمیتی که میگن کسی که میاد میشینه به عنوان قاضی قضاوت میکنه به عنوان یه داور باید واقعا صلاحیت داوری رو داشته باشه و به چشم بیزینس و این موضوع مثل آی اف بی نگاه نمیکنه. ببینید الان آی اف بی توی ایران چند صد داور داره، بلکه ممکنه به 500 تا داور بین المللی هم برسه که بابت هر کدوم که خود آی اف بی حدودا تو خارج از ایران دفترچه ها رو دونه 2300 دلار میفروشه، توی ایران که حالا خب خیلی رقم های بیشتری که میدونیم که میگیرن. اگر ام پی سی هم میخواست به چشم بیزینس به این موضوع نگاه بکنه میتونست کارتای داوری خیلی زیادی رو تو ایران بفروشه، شاید 500 نفر همون داورا همه درخواست کردن. پس چرا این کارو نمیکنه؟ سلامت محور و تخصص محور بودن براش خیلی مهمه که توی ام پی سی به سرلوحه کار خودش قرار بده و خب در نهایت هم خب اون هدف نهاییش اینه که داوری سالمی صورت بگیره دیگه. پس اگر قرار بود به دنبال این باشه که حق ورزشکار رو ضایع بکنه یا ورزشکاری به حقش نرسه، اونم میومد خیلی راحت بیزینس میکرد و کارتای داوریش رو میفروخت تو ایران. پس اینطور نیست. دوستان توجه داشته باشن، داوران ام پی سی از فیلترهای واقعا تخصصی رد شدن، با هیچ کس هم انادی ندارن و یه داوران اونجا جمع میشه و میانگین آرا اعلام میشه. اشتباهه، بچه ها روی این موضوع واقعا فکر نکنن. اینم بگم معمولا مربی ها هم ورزشکارا رو تحریک میکنن دیگه، میگه آقا تو خوب بودی، تو اول بودی، داورا به تو ندادن. تو پو میندازه عدم تخصص و عدم آگاهی خودش یا کمکاری خودش رو میندازه گردن داور. من شنیدم اکبر خان چند تا داور از ایران داشتیم بعد از اینکه شما این صد تا شکوندی رو باز کردی، حالا به طرق مختلف ایمیل زدن، رفتن تو مسابقات و حضور پیدا کردن، به قولی نمیدونم میگن تست نشستیم، تست بوده همچون چیزی از داور ایران داشتیم یا نه؟ ببین خیلی تلاش کردن که تو این مسیر برن، حتی از خود منم خیلی هاشون کمک خواستن. به واقع دست خود منم بسته بوده، یعنی انقدر این سطح محکمه نمیذارن، به این سادگی نیست. یعنی حتی اگر خود داورای ام پی سی هم بخوان کسی رو ببرن تو حوزه داوری به سادگی نمیتونن. و حتی مثلا حالا میفرمایید یه عده‌ای رفتن، الان من مثلا یه ایمیلی رو بهتون نشون میدم ولی اسمشو نخونیم، حالا زبانت هم که خودت خوبه ببینید، ولی اسم نبریم، دوست ندارم این اسم محرمانه باشه. اتفاقا همینجا جلوی چشمم داغ داغم است. ببینید این فیلم میتونیم آقا ببینیم ازش؟ نه همین فقط خودت نگاه کن اسمشون رو نخونم، اینجوری میتونیم از روش بخونید اسمشو نخونید. دیر فلان فلان has nothing to do with the joys in the NPC. He was only attending the Portugal show as a coach of athlete. حالا یکی دو تا اسم گفتم دیگه دوستان. نه دیگه اسم دیگه نبن. اسم کشور رو گفتم. بله یعنی داره میگن که چه مدرک مستندی هم هست دوستان. اما شما آره. یعنی همین هستن آقا بعضی که به اسم مثلا نظام و اینا میگن آقا میریم ما کار داوری تو درست میکنیم. شما ترجمهشو ببین، ترجمهشو میخوای بگو که ترجمهش میگه که
شما خودت بگو که من کم و زیاد نگم. چیزی که هیچ بحثی توی داوری میگه نداره، فقط یه مربیه که به اصطلاح مربی ورزشکاری که دارن میان توی این مسابقات، اسم مسابقاتشو بگم. نه. و میگه هیچ ارتباطی هم با اون شخصی که میگن داور تست جاجمده نبوده، نداره و یعنی فقط به عنوان مربی بوده. ما هرگز جلسه‌ای هم نداشتیم، اونم ندیدیم و جلسه‌ای نداشتیم و در این مومنت، در این لحظه فقط اکبر خزایی دمول ایرانیان ام پی سی، تنها داور ام پی سی ماست که ازشون هم ممنونیم زده. یعنی حالا کاش بهشون می‌رسید. اینه که دوستان، حالا من اینم بگم، بعضی‌هاشون سعی می‌کنن حالا برن به سمت مسیر تست جاج برای خودشون، سعی می‌کنن که حالا تخریبم بکنن، ولی اینو خواهش می‌کنم از دوستان که این تیکر رو می‌خواهی کات کنید. آره. بریم یک دو سه. آقا ولم این بش ما هم بگیریم بس. خب آقا ایمیل هم ما هم دیدیم. آره از اینجا بگیریم. یک دو سه ببین. این ایمیل هم با هم دیگه دیدیم آقا. حالا برخی از دوستان هم سعی میکنن که تو این هین برخیشون پیگیری که میخوام بکنن برای تستیاج خودشون یا ورود به داوری ام پی سی و اینا، سعی میکنن بعضا ما رو هم تخریب بکنن. این کار خیلی بده دوستان، من خجالت میکشم خودم توی اونجا، ناراحت میشم از اینکه یه هموطن باید برای اینکه خودش بالا بره بیاد یه هموطن دیگه خودش رو خراب بکنه. چرا که خب حالا ایمیل های شما هم به ما ارسال میشه مثل همین یه موضوع دیگه. این طور که میکنید، اگر یه روزی هم آدم بخواد یه کاری براتون انجام بده، دست خودش اونجا بسته میشه، آدم خودش خجالت میکشه که میگن آقای هموطن خودت علیه خودت که حرف میزد. ولی خب دوستان سعی بکنن حالا مسیر درست رو برن که اگر یه روزی هم ما یه کاری تونستیم انجام بدیم، دستمون باز باشه و براشون بتونیم انجام بدیم. بسیار عالی، ممنونیم از اکبر خان خزایی. ارادت قربونت برم، مخلصتم. مخلص.